در آموزش های قبلی یاد گرفتیم که چطوری در محیط برنامه پریمیر با استفاده از ابزار خود برنامه متنی رو بنویسیم. حالا این بار میخواییم در محیط برنامه فوتوشاپ متنی رو بنویسیم و وارد محیط برنامه پریمیر کنیم. در محیط برنامه فوتوشاپ میتونیم برای سربرگ فایل کلیک کرده با انتخاب نیو یک صفحه جدید ایجاد کنیم. در قسمت نیم میتونیم یک نایم تایپ کنیم که به اختیار هستش. در قسمت داکیومنت تایپ فیلم اند ویدیو رو انتخاب میکنیم. سایز و اندازه هایی توی این قسمت برامون داده. اگر بخوایم به زمینه رنگ بدیم که انتخاب میکنیم، در غیر این صورت از ترانسپارنت استفاده میکنیم. با کلیک بر روی اوکی یک چنین صفحه‌ای برامون ایجاد میشه. ما همچنین میتونیم متنی که از قبل ایجاد کرد وارد محیط برنامه کنیم. مثلا اینجا من با روی سربرگ فایل کلیک میکنم. با کلیک بر روی اوپن متنی که از قبل نوشتم و در فایل PST ذخیره کردم و انتخاب میکنم. که شما اگر بخواید این متن رو انتخاب کنید میتونید در تکنیک های فوتوشاپ اونو در سایت آموزش 365.ir ببینید و نحوی ایجاد اون نمونه متن رو الگو برداری کنید. من این متن رو نوشتم و از قبل ذخیره کردم. روی متن کلیک میکنم و اوپن رو میزنم. این متن منه که وارد محیط برنامه فوتوشاپ کردم و همینطور که گفتم اگر بخوایم مشابه این متن بنویسیم میتونیم در تکنیک های فوتوشاپ در سایت آموزش 365.ir دنبالش بگردید و مطمئناً متن طلایی رو اونجا میبینیم. من برای اینکه این متن رو بتونم توی کادری قرار بدم که در اندازه محیط برنامه پریمیرم باشه برای سربرگ فایل کلیک میکنم. با کلیک بر روی نیو در قسمت داکیومنت تایپ فیلم ان ویدیو رو انتخاب میکنم و اوکی میزنم. در این کادری که برام نشون داده میشه برای سربرگ متنم کلیک میکنم. میبینم که متن من قابل جابجا شدنه. متن رو میکشم و وارد این کادر میکنم. نیمد مجدد متن رو میکشم. بله، متن من الان اومد و اینجا قرار گرفته. برای وارد کردن متن تو محیط برنامه فوتوشاپ ابتدا این سربرگ رو باید سیو کنم. اما قبلش بگم من میتونم در همینجا بک‌گراند رو خاموش کنم که زمینه سفید نداشته باشم و خود متن باشه. یا حتی میتونم اندازه متن رو تغییر بدم و اینها رو میتونم حتی تو محیط برنامه پریمیر هم تنظیم کنم. روی سیو از میزنم. سیو میکنم. وارد محیط برنامه پریمیر شدم. در اینجا دابل کلیک کرده و حالا متنی که میخواستیم وارد محیط برنامه پریمیر کنیم انتخاب میکنیم. در این لیست سکونس رو انتخاب میکنم. متن رو فقط انتخاب میکنم بدون بک‌گراند. اوکی میزنم. متن من اینجا قرار گرفته. متن رو میکشم و تو این قسمت قرار میدم. متنی که تایپ کردیم تو این صفحه داره برامون نشون داده میشه که با دابل کلیک کردن روی اون میتونیم متن رو جابجا کنیم و یا حتی همینجا هم میتونیم روی متنمون
اسکوال تو فریم سایز رو انتخاب میکنم. اینجا میتونیم اندازه متن رو بزرگتر و یا کوچیکتر کنیم. اگر فکر میکنید زمینه متن مناسب نیست، میتونیم مجدد فایل رو وارد محیط برنامه کنیم. اما این بار بک‌گراند رو هم انتخاب میکنیم. اینجا زمینه بک‌گراند رو میتونیم قرار بدیم. البته اینجا چون یک ترک داریم، عدد ترک میزنیم و قسمت آدیو که نیازی نداریم، صفر، ویدیو یکی قبل از اولین ترکمون زمینه رو زیر متنمون قرار میدیم. و حالا میتونیم متن رو جابجا کنیم. حتی برای این متن میتونیم مانند آموزش‌های قبلی یک انیمیشن براش ایجاد کنیم و یه تغییراتی روی متنمون اعمال کنیم.